What's up guys! سلام دوستای عزیز، صبح شما بخیر، امیدوار هستم که خوب جور ساعت باشین هر جایی که هستین. امروز باز سر ما کارا ریخته. باور کنین ما دو نفر هستیم، این قکار خانی ما ماشاءالله زیاد است. از همین صبح که دب 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 هستیم تا 12 بجه شب، دوازه بشه هم دیگه خسته کفته میشیم خواه میکنیم، باز فرداش اینا میتونیم. امروز هم پروگرام فرشی داریم بخیر، میخواییم که فرشی در اروپا رو نشان بتوام. اکثریت خانواده ها، اکثریت خانه ها مثل خانه من از این فرش های ایرانی دارن، از این فرش های کلان دارن که شوشتنش در اروپا خیلی سخته، اینجا جای نیست، آب کافی نیست، یا ای که اجازه شوشتن در بیرون نیست، چون اینجا در سویدان خب ممنوع است در روی سبزه و تو جای پیش روی خانه آب قف بندازی، چون میگه که ای آب قف داخل آب آشامیدنی میشه و مضر است و جریمه سنگین داره. دیگه خلاصه که جای نیست که بوشیم. از یک طرف ما یک تو فرشا داریم که چتل میشه، چه قسم بوشیم. ما برای از این کار یک راه حل پیدا کردیم که عمر جان اول خدا معرفی خوب کردیم. سلام علیکم. سلام علیکم دوستای عزیز. امروز سرفشوی شدم امروز امروز عمر جان خانه است، سر عمر جان فرشا رو میشیم دیگه. شما هم سر شوهرهایتان تا که خانه است سر کارهایتان خلاص کنید دیگه. بخاطر از اینکه فرشا رو بشوییم یک ماشین ما کرایه کردیم از دکان مکانومن در سویدن. در تمام شهرهای سویدن دکان مکانومن موجود است. ماشین فرشی رو شما میتونید به نزونج کرایه بگیرین با قیمت 200 کرون. شرایطش هم همی هسته که شما باید 1500 کرونه به عنوان ضمانت بر از یا بانین، 200 کرونه دیگه هم پول خود ماشین رو پرداخت کنین، 1340 کرونه هم شما باید مواد شوینده بخرین، دانه 15 کرونی هست، من 4 تا خریدم شد 60 کرون، دانه 15 کرونی دیگه. خدمت شما عرض کنم اینا میان که کلش خریدین، باز وقتی که پس ماشین بعد از 24 ساعت بردین تابل کردین، باز 1500 شما رو پس میته. این ماشین هم آلمه برای شما نشون میتیم که چه قسم کار میکنه. خیلی اگه ماشین خوبی هست، اگه شما بخواین که ای را بخرین باز قیمتش هست 5000 کرون یا 6000 کرون همینطور هست. من این ماشین خیلی خوشم آمد، شاید که در آینده ها بخیر از این ماشین یک تا بخرم که چون که همیشه استفاده میکنم و همیشه فرشای من شوشتنی میشه، مخصوصا فرشای من چون که من اولادای خرد دارم، مثل که خیلی از شماها اولادای خرد دارین فرشا زود کثیف میشه، یک جوسا چپم میکنن یا چتل میکنن، دستاشون رو میزنن تسس شوشتنی میشه. بازی خوبیشی هست اگه شما جای به جای داخل خانه تان فرش میشوین، نیاز نیست که ایره تا بالا کنین، زحمت بکشین، خسته شوین. بعضی کسا هست که خانمای تنها هستن، دهانشان تنها زندگی میکنن، نمیتونن که همقدر سنگین تا بالا کنن فرش بشوین، پس بهترین گزینه است. امروز خواستم که فرشوی خودم من رکورد کنم، شاید به درد شما عزیزا بخوره. همون قسمی گفتم این ماشین از دکان مکانومن شما تهیه میکنین، پیش از پیش هم باید مثلا در اون شاری که میخواین زندگی میکنین مکانومن در گوگل سرچ بزنین، باز شماره تلفنش میای بالا، بعد از او زنگ بزنین بگوین که من میخوایم دنبال از این ماشین بیایم کرایه بگیرم، موجود هست یا نه، چون که این ماشین خیلی مردم ها تستس بوک میکنن میبرن، شاید نباشه، شاید هم اصلا در او مکانومنی که در شار شما هست اصلا او مکانومن نداشته باشه این ماشین رو به کرایه دادن. مثل که در شهری که من زندگی میکنم این ماشین رو بکرایه دادن نداشتن، از اون خاطر من مجبور شدم از شهر پلوی خود کرایه بگیرم، چون که مسیر دور بود، پیش از پیش زنگ زدم خودم مطمئن کردم که ماشین اونجا موجود است که من قدر رای دور زحمت بکشم برم آخرم ماشین اونجا نباشه. با زنگ زدم گفت که بله، واسه دو هفته پیش من میخواستم فرشای خدا بشویم، دمی دو هفته من منتظر نوبت بودم، هر دفعه که زنگ میزدم میگفت که نه ماشین کسی دیگه برده. بالاخره که دیروز زنگ زدم گفت که بله ماشین هست، گفتم که باشه همین ماشین رو برام من بوکه کنین، من تا نیم ساعت دیگه میرسم میای ماشین رو میبرم. شما هم حتما این کار کنین که سرگردان نشین دیگه. اونجا هم که رفتین پیسر که تاویل کردین کیویتو یا رسید برتون میدن، اون رسید نباید دور بندازین، وقتی که پس رفتین باید برش نشان بتین که همون 1500 شما رو بده، و همچنین ای که یک فرم برای شما وقتی که میخواستین کرایه بگیرین برای شما میتن، نامتان، نام خانوادگیتان، پرشون نمبرتان، آدرستان، ایمیل آدرستان در اونجا نوشته میشه، اونا رو باید برشان نوشته بتین که اگر شما خدا نکرده ماشین رو بر نگشتاندین که شما رو قانونی پیگیری کنه قانونی پیگیری کنه و همچنین بتانن که برای شما فاکتور بفرسته. خب من پر حرفی نمیکنم، من کارهایی که کردیم امروز بخیر فرشا رو میشیم، کارهایی که کردیم خانه رو من اول خوب جارو کردم،
آشغالش مکمل جمع شده، پرده خود جمع کردیم، وسایل اضافی رو جمع کردیم، فرش اونجا تیار آماده موندیم که با همدیگه بشویم. حالا ما برای شما طریقه استفاده کردن از ماشین هم نشون میتم، تابلت هایی که داخلش مصرف میشه هم نشون میتم. تا پایان ویدیو ما رو همراهی کنین و خود مطمئن بسازین که حتما کلید لایک و سابسکرایب هم فشار دادین. فرش های من اونقدر چرک نیست، این چهار گوشش که در زیر صوفا و زیر میز اینا بوده پاک هست، فقط همین مابینش یک ذره کثیف شده. فقط همین رو میخواستیم که اینال بخیر امرای از این ماشین بوشه. این ماشین رو بیاری اینجا مرجان که هم در بارش صحبت کنیم دیگه. اینه ای به خاطری که بوشیم این فرش یک ذره من ایستو کش کردیم از زیر صوفا آوردمش بیرون. و چیزی که یادم رفت میخواستم بگویم، باز در ادامه هم برای شما نشان میتونم، کسایی که مثل من صوفای چرم داره این چه قصه مواظبت کنیم که صوفا خود خراب نکنه، عمرش طولانی شوه، چرمش خود خراب نکنه، کدر نکنه، پاره نشه. و این قسمت های سفیدش که چتر میشه چه قسم شما پاک کنین که پس بلبل کنن مثل روز اولش. ایره هم در ادامه فرشی ما برای شما انشاءالله بخیر نشان میتونم. پرده هم جمع کردیم که تر نشه. آشغال های اضافه هم بردیم که در بالکن گلدان ملدان و جای نماز و پایه و سپایه و چوکی موکی کلش فعلا نمیجا ماندیم که کارا بخیر پیش بره. اینی تابلت هکش هسته که داده سومه میبینین شبیه تابلت ماشین ظرفشویی هسته. نه این فهم دیگه که واقعا همو هسته یا فرق میکنه. این هم همو تابلتش هسته که شبیه تابلت ماشین ظرفشویی هسته. یک دانه سطل داخل خود داره که ای را باید آب گرم پر کنین. همو تابلت باید داخل آب گرم حل کنین و ما خود ماشین هم یک قسم معلوم میشه مثل شبیه ماشین جاروی برقی هسته دیگه. اینه تو راسته کرایه میگیرین. ما از اکونومین وستروس کرایه گرفتیم. اوکی خالی کن همین آب باز باید در این قسمت همین اوقف که باید حساب دور کردیم در این قسمت باید خالی کنیم. یس باید اگه دفعه دیگه هم این عمر جان پر کرده بیاره تا که پر شوه. عمر جان یک دو دفعه سه دفعه دیگه آب آورد تا که این خانه اگر کش پر شد دیگه حالا همون سطله که پس در این قسمتش میمانیم که سطل آشغالی دیگه سطل آشغالی هسته دیگه به حساب. باز اینی کورش هم سرش بسته میکنیم. سطل خب کارش خلاص شد دیگه بخیر. سیمش هم در برق میزنه آقای شوهر گرامی همسر گرامی نینتی یک صدای وحشتناک داره صدای شبیه صدای جاری برقی زن باش معنی رو بردارم که داخلش کویتوه گم نشه. یس استارت بخیر. This one is for the water. You can wash two sides. You can make like this, make wet. It will become little. The carne. Become easy to wash? Yeah, easy to wash. Not that, the dirt will smell. How you can see? Fire, Michel, because I'm going to tell you. اما هم میگه که اول این را خوب آب پاشی کنیم که چطلی هایش خوب تر شوه. نه نه یاسمین It's not for the baby. چی هست هست روی؟ And if you want you can make like this a lot of paper. When you make like this, you put in the water and the same minute you're taking, you're taking out the water. It is better you make like this first, a little wet, with the dirt. Let me make ترجمه. عمر میگه که اول بهتره که فرش تا یه قسم تر کنین باز بعد از او شروع کنین به شوشتن چون که یه قسم بهتره. اما میگه بعضی مردم مستقیما شروع به شوشتن میکنه که میگه یه قسم زیاد فرش شما خوب پاک نمیشه اول خوب است که تر کنین. عمر
نیازم این اصل بچه ها نیسته، باید این روز فرش بوشین خلاص کنیم که پس باید ببریم در صاحبش. نو بیبی نمیخوای اون نمیخوای ماما من لیف دات آبشو سعی کنیم که چطور یک آب چتل از داخل فرش میکشن. این ماشین واقعا فوق العاده است. کسایی که در آلمان راستی زندگی میکنین شما میتونین از فروشگاه دی ام ایرا به صورت رایگان کرایه بگیرین با 24 ساعت و فقط شرطش همی هست که 20 یورو را مواد شوینده بخرین. تا جایی که من شنیده معمول کنم دیگه. فرش بخر یک دانه ششته شد و بسیار آسانی راحتی بسیار پاک شد. لکه هایی که وجود داشت کاملا پاک شد و همونطور که نشان دادم بسیار آب چتل از داخلش بر آمده. این فرش دیگه نمناک است، تو پای خود اکسرش میمانی نم داره. این باید پنجره هایتانه کلکینا را 2-3 ساعت باز بانین که هوا برازی برسه، همین رقم درهایتان باز باشه دروازه که خشک شوه، در غیر از باز فرش گنده میشه. دیگه به می ترتیب ما می فرش دوم و فرش سالونه که دیگه و فرش های آشپزخانه را این فرش دان دروازه را کلش هم می شویم و برمیگردیم. یک چیزم یادم رفت که برای شما بگویم که امرای از این ماشین تنها شما فرش شوشته نمیتونین، میتونین که اگه صوفای شما تکه ای هست صوفه ها را هم امرایش بشوین، توشک تخت ها میتونین حتی امرایش بشوین، فرش ها رو میتونین بشوین، سیتای ماشین تانه موتر تانه میتونین بشوین. خیلی خوب است، یک ماشین خیلی کاربردی هست. این هم میخواستم بگویم که کسایی نمیدونستین و این ماشین دکان میکانومین که گفتم فقط در کشور سویدن است، نمیفهم در دیگه کشور وجود داره یا نداره. ما که در سویدن زندگی میکنیم میره از اونجا کرایه گرفتیم. آلمان خوب برتان گفتم کنه رایگان میتونین که کرایه بگیرین، از یک کشور خبر ندارم.
قالینم بخیر دیگه شوشته شد، کارش خلاص شد. این قسمت دستر اینمی گل یاسمین یک قوطی رنگ سرخ خالی کده بود، بسیار پاک شد، کل رنگ ها از داخلش آمد بیرون. این صفحه رو مایی توی سال کردیم که جای کلان شد فرش شوشته شد بخیر دیگه، فرش کل شوشته شد، فقط فرش آشپزخانه مانده، اونا رو هم بوشیم بخیر دیگه، خیال ما راحت میشه. از تایم از این ماشین هم فقط 1.5 ساعت مانده. من این رو دیروز کرایه کرده بودم ساعت 4 بجه، اما دیروز خیلی خسته بودم نتونستم شروع کنم، امروز صبح شروع کردیم بخیر دیگه، تا 1.5 ساعت دیگه خلاص میشه بخیر. باز ماشین تاویل کردم میتونم باز پس که اومدم صوفه مفاره باز پاک میکنیم بخیر. فرشا بخیر خلاص شد، از خانه خلاص شدیم دیگه، حال نوبت موتر است، سیتای موتر بخیر بوشیم که کل جای پاک، اولادا پایاشون زده خیلی کتل شده. چطال کده یاسمین همراه پایاش اینه سیستان کار داره بودم اینه یک آب چطل از داخلش میای بیرون با این مانا که خوب چطل شده بوده. چندین ساعت بعد است، آل وقت ازی رسیده که من کاوچ یا صوفای ما که از چرم ساخته شده او را پاک کاری کنم، به خاطر پاک کاری کردن صوفا که عمرش طولانی شد و خوب پاک شد و چرمش خود خراب نکنم، من از این روغنای مخصوص صوفا که هست، روغنای مخصوص چرم که هست خریده، میرم از دکان کاوچ فروشی خریدم، حتما دارن، ازش پرسان کنین موادی که یا روغنی که به کاوچ که از چرم ساخته شده باشه حتما بر شما میتن، یک دون از این تهیه کنین، داخل خودش اسفنج داره این قسم، کم کم میره به این میزنین به روغنش اینطور، باز در روی صوفا خوب چرم میکنین. اما اگر صوفای شما مثل صوفای ما قبل از زدن روغن چتل است، باید او رو حتما حتما پاک کنین، به خاطر پاک کردن شما دو دانه صافی مختلف لازم دارین، یکی به تر کردن یکی به خشک کردن، یک دارم اسفنج تمیز و پاک نو کار دارین که قسمت هایی که سفید است او قسمت ها را بشوین، یک دانه دستکش لازم دارین که به خاطر از اینکه من دست مرد چاقو زده پاره است درد میکنه دیگه، بمینا لازم دارین که دسته های قسمت هایش که سفید است او قسمت ها خوب پاک شوه و منظم شوه. ما به خاطر از اینکه اما قسمتی که دسته هایی که سفید هست پاک شوه، داخل از این ظرفک یک ذره آب گرم، یک کم یا مایع ظرفشویی و یک کم یا بلیچ یا وایتکس انداختیم که قسمت های دسته ها رو با هم دیگه پاک کنیم و خلاص شد بخیر. من کل صوفا رو یک بار پاک میکنم، میمانم که خوش شد، بعد از روغن میندازم. اگر شما اولاد دار هستین بهتر این کار از طرف شب انجام بدین، چون که از شب تا صبح بمونه تا کمی روغن خوب در مغز صوفا بره و خوب به خودش جذب کنه به اصطلاح، چون که سرش لغت تک نشه شیشته نشه. اما یکی اگه وقت ندارین خیره دیگه، هر وقتی که تونستین این کار رو حتما انجام بدین. پس بریم با هم دیگه. این دسته صوفای ماست که اولادا ببینین چقدر چتل کده، لکه لکه شده، جوز چپک کده و هر چیز چپک کده. این را ایناله امروی زمین محلولی که جور کردیم پاک صفا میشه، میایین اینجا جای گلاس چای است دیگه، لکه لکه زیاد داره، این را خوب یک پاک میکنم، بعد از او بخیر باز چرب میکنیم. فرشام نگفته نمانه بسیار پاک شده و دفعتا خشک شد بعد از چندین ساعت، مستقیما خشک شد دیگه، جای تشویش و نگرانی نیست.
تمام قسمت هایی که سفید بود پاک شده. حال ما باید این رو برم آب خالی پر کنم و قفا رو پاک کنم و خشک کنم. من صوفا را دیگه تقریبا با صافی تر تمام قسمت هایش رو شوشتم، لکه هایش از بین بردم. منتظر میشینم که خشک شود همراه آب گرم خالی شوشتم. دیگه دسته هایش هم که وایتیک زدم پاک صفا شده، خستم شدم. دیگه این دستش هم بسیار خوب پاک صفا شده، لکاش تا جایی که امکان داشت رفته، اونو لکایی که بر شما نشان داده بودم کلن رفته. میبینین چطور پاک شده؟ بسیار پاک شده. منتظر میشیم همین خشک شده باز بخیر روغن چرب میکنیم سرش. خب حالی همون قسمی که میبینین صوفا خیلی پاک شده و خشک شده. آره نوبت ازی است که روغن بزنیم. برنامه دیگه همینجا به پایان میرسم. امروز خواستم که طریقه فرش شوشتن و مواظبت از صوفای چرمی رو نشان بدم. خدا کنه که موارد علاقه شما از قرار گرفته باشه. تشکرت که تا این لحظه من رو همراهی کردین. صوفارم بر شما خدمت شما عرض کنم که هر سه ماه یک دفعه کار کنین، هر روزی کار نکنین. هر وقتی که هر زمانی که حس کردیم که صوفای شما نیاز به چرب کردن داره یا واکس زدن داره بازی کار کنین. من امروز بی نهایت دیگه خسته شدم. اولادارم از دست ما رو بیرون رو در پارک رای کرده بودم، گفتم که تو یک دقیقه اولادار بیرون ببره که من صوفا رو پاک کنم که اون اگه باشه باز نمیشه برنامه هم ثبت کرد، پاک کردم نمیشه. دیگه برنامه خودم اینجا با پایین میرسنم، خانه رو یک جوری برقی میکشم، عزیز و چمکی های آشپزخانی خودم میزنم. تا یک برنامه دیگه خداحافظ و کلید لایک و سابسکرایب هم فراموش نکنید. حتما لایک کنید این ویدیو اگه خوشم اومده. اگه تا حالا سابسکرایب نکنید حتما سابسکرایب کنید. تا یک برنامه دیگه خدا نگهدار.